بینندگان عزیز با سلام به شما، امیدوارم که آخر هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و امروز اوقات بهتری رو با هم داشته باشید. دوشنبه است، 13 ماه فوریه 2017 میلادی و برابر است با 25 بهمن 1395. اجازه بدید که ما این دستگاه ها رو هم روشن کنیم و با هم تاریخ رو ببینیم، اسم برنامه رو ببینیم، بگیم که از کدام تلویزیون از کجای آمریکا پخش میشه، مردم تیوی، و بالاخره اینکه شما هم میتوانید در این تلویزیون برنامه داشته باشید. کتابی هست به نام 1001 مثل فارسی انگلیسی که ما این رو هر روز یک صفحه رو برای شما میخونیم و امیدواریم که این مثلها یادآور چیزهایی بشه که یاد داریم و یاد گرفتیم در زندگیمون. اینجاست، در صفحه 30 میگه که آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت، یا به قول آقای احمدی نژاد، ممل و لولو برد. و اما آن را که حساب پاک است از محاسبه چه باک است، آنقدر بار کن که بکشید، نه آنقدر که بکشد. آن کس که به عیب خلق پرداخته است، زان است که عیب خیش نشناخته است. در همین رابطه با آقای خسرو بهرامی یک مصاحبه کلکل گفت و شنود قیابی خواهیم داشت. و آن کس که نداند و بداند که نداند، لنگان خرک خیش به منزل برساند. این هم خانم سیمین حبیبیان این کتاب رو سالها پیش نوشته و موجود هست. اجازه بدید به شما هم نشون بدیم که اگر یه وقت خدای نکرده شما خواستید این برنامه رو با دوستانتون در روی فیسبوک شیر کنید، به چه سادگی این کار امکان پذیر هست. و اینجاست در صفحه خود من، چون برنامه خودم رو از این صفحه شروع میکنم، بعد با مردم تیوی هم شیر میکنم. شما هم میتونید این روزا برنامه داشته باشید، خیلی ساده است، حتی با یه تلفن دستی میتونید برنامه داشته باشید. فقط یادتون باشه از خودتون باید بپرسید که مردم چگونه بفهمن شما کجا هستی. این سوال بزرگه. وقتی مثلا 20 تا 30 تا دوست دارین میگید خب خودم هم میتونم برنامه داشته باشم، بله ما هم بهتون میگیم میتونید، ولی بعدن کیا بیان ببیننتون، از کجا بیان ببیننتون. و اینجا ما با مردم تیوی شیر میکنیم، سوربی با مردم. امروز چندم گفتم بهتون، 13 فوریه 2017. این هم هست چی؟ مردم تیوی. بله اینجوری. خب این از این. و اما قبل از اینکه برنامه رو شروع کنم، پستچی آمد و ما هم نامه ها رو گرفتیم و این نامه ها رو به ترتیب که میاد یکیش میندازی صد لاسکال، میگه این آشپاله، این تبلیغه، این آشپاله، این تبلیغه، این یکی بیله. بیل یعنی صورت حساب، باید پرداخت کنی، پرداخت نکنی بیمه ماشینت قطع میشه، نمره ماشینت باطل میشه، نمیدونم گازت قطع میشه، آبت قطع میشه، برقت قطع میشه، بمانه. ولی یه چیز جالبه، حتما شنیدید که آمریکایی‌ها یک اولد سین یا یک ضرب المثل یا یک مثالی دارن که میگن چیزهای خوب توی بسته‌های کوچولو میاد. البته اینو بیشتر اینایی که همسراشون پتیت هستن اینو میگن. این نامه ای رو که دوست ما اون روزم راجع بهش خوندم که گفته بود $200 برای ماه مارچ و اپریل در راه است، یعنی چی؟ یعنی ژانویه و فوریهش رو پرداخت کرده، انگار که به ما بدهکاره و اگر پرداخت نکنه مثلا ماشینش رو ازش میگیریم یا برقش رو قطع میکنیم. نه اینجوری نیست. این چیزیه که خودش گفته آقا من از این برنامه استفاده میکنم و
خودش رو مقید کرده که ماهی 100 دلار بده. یه نفر دوستمون منوچهر از بوستون ماهی 10 دلار میده که بهش گفتم چون کارتو میخوای از دست بدی این کارو نکن. یه دوست همشهری داریم ماهی 30 دلار میده، از یکشون ممنونم. یه دوست دیگه داریم گاهی وقتی 500 دلار میده، گاهی وقتی 250 دلار میده، گاهی وقتی دیگه نداره که پول بده تا پول گیرش بیاد. حالا چرا این نامه رو من نشون میدم؟ نگاه کنید اینجا این زیر، یادمه این دکتر محیطم وقتی که نامه میفرستاد اون به اصطلاح ماهیانش رو پرداخت کنه، نامه های کوچولو همیشه پاره شده بود. چرا نمیدونم، کسی هست که خبر داشته باشه این ماشین های پست چرا این نامه های کوچولو رو اینجوری پاره میکنه؟ ببینید اینجا، حالا شانس آوردیم خطر رفت شده، همجوری نگاه کردم دیدم اون پارگی به چک نرسیده. البته این دوست ما انقدر آدم خوبی هست که اگر چک هم پاره شده باشه بهش میگیم که آقا چک پاره شده بنده خدا دوباره میفرسته. ضمناً من شنیدم که نامه هایی که اون اندازه معمولی رو نداره، یعنی اینها یه مقداری دیرتر، البته این مال قبلا بود، میگفتن اونها رو چون باید با دست کنترل کنن، استمپش رو نمیدونم تمرش و فلان اینها، ولی اینم شنیدم که نامه هایی که اندازش فرق کنه با نامه های معمولی، این میره یه قسمتی که یواشتر پروسس میشه. حالا پروسس رو به ایرانی چی باید بگیم؟ برش که بابا میدونیم دیگه، الان همه میدونن. آقای خامنه ای شکایت کرده گفته خبرنگارای ما وقتی صحبت میکنن انگار که یه انگلیسی داره فارسی حرف میزنه. اون وقت من و شما یه سریمون اینجا داریم میزنیم تو سر هم که به عکس بگیم فرتور، به نمیدونم سلام بگیم درود، به اون ایرانی ها انگلیسیشون از همه ماها بهتره، از بس فیلم آمریکایی نگاه کردن، از بس نمیدونم روی اینترنت و این ور اون ور هستن و الی آخر. خب ببینیم که دوستانم آمدن، ممنون متشکر. و این هم ماجرای نامه کوچک، ولی ما باید یه تشکر بزرگ میکردیم که برای ایشون نوشتم، ممنون و متشکر. من امروز تصمیم گرفتم که قرار با یکی مصاحبه کنم، بعد گفتم نه ولش کن این مصاحبه یه ساعت نیم ساعت اینجا، بعضی وقتا دیگه اصلا به اصطلاح آدم یادش میره که برنامه خودش چه چیزی داشته، چه روالی داشته. اتفاقا یکی از دوستان گفت که آقای سوربی من همیشه نگاه میکردم میدیدم که میخواستم بدونم که چرا دوستان که میان برنامهشون نمیتونه جذاب باشه. فکر کنم دلیلش رو فهمیدم و اینه که این دوستان هرچی هم نوشته باشن، هرچی هم بخوان صحبت کنن، مهم نیست. وقتی شما برنامه رو اول شروع میکنی، اینها توجه میکنن به برنامه شما و اصلا برنامهشون عوض میشه، یا میخوان به شما جواب بدن درباره چیزایی که گفتی، یا درباره اون چیزایی که گفتی اونا هم میخوان نظر بدن، و عین اینه که برنامه مستقل ندارن. مثل این میمونه که یه برنامه هست و اونها مهمان شما هستن، حالا شما هم در رابطه با این 1001 مطلبی که میخواید بگی، اون بنده خداها هم برنامهشون اینجوری میشه و حقیقتاً یه مقداری برای شنونده و بیننده خسته کننده میشه. این نظر دوستانه، ولی من همیشه به این دوستانی که برنامه دارم گفتم من نظرمو میگم، دوستان نظرشونو میگن، ولی شما هستید که مختار هستید. مختار یعنی کسی که اختیار داره، صاحب برنامه هستید و شما هستید. نخند و آن عکس مرد یا روحوا را نفرست. نمیدونم چیه نخند و آن عکس مرد یا روحوا نفرست. ببینم این چیه، این نوشته های شما خودتون بذارین جای من، گاهی بخونید ببینید که شاید اشکالی چیزی باشه. ببینم این چیه که نمیدونم، یه ویدیوی در هر صورت توی کوچه ای دارن راه میرن و اینها. حالا که شما گفتی که نفرست یا نشون نده، رو هوا نفرست. این آقای پرویز کاردان به من میگفت که رو آنتن که نیستی، از وقتا میگفتم نه، میگفت آره ما مثل کلاغ هستیم میریم روی آنتن. در هر صورت این دوستمونم درست توی برنامه زنده برای من ویدیو فرستاده و نمیدونم که با این ویدیوها چه کنم. مثلا این یکی نشته گلپری یک، ای کاش یه توضیحی هم میدادید، مثلا میبشتید این برای برنامه شما فکر کنم خوب باشه که من اقلا بفهمم خصوصیه نیست اینها. خب
گفتم امروز میخوام یه کمی از دوستان تشکر کنم. اولیش از این دوستمون که یادتونه وقتی من گفتم که نفس و نمیدونم مغز و اینها رو آدم نمیتونه کنترل کنه، البته بعضیا هستن مثلا قواسا یه جوری میگن که حتی قلبشون رو کنترل میکنن، چون شما اگر نفست رو کنترل کنی و نفس نکشی اکسیژن نمیرسه به مغز و قلب، اونا فلج میشن. ولی اونا گویا آزمایش کردن دیدن که قلبشون رو هم میتونن سرعتش رو کم کنن. این کاریه که حیوانا توی زمستون انجام میدن، وقتی که میخوابن و به اون خواب زمستانی میرن و اینها. اونم دلیلش این بوده که نتونستن خوراک پیدا کنن توی این میلیون ها سال که گذشته. اون در صورت این دوستمون زحمت کشیده یه فیلمی رو که در رابطه با مروارید هست خودش با دوربینش یا با تلفنش ضبط کرده، با هم این رو نگاه میکنیم. گوشی خدمتتون. ما به بعضیا وقتی صحبت میکنیم میگه گوشی خدمتتون، میگه آقا من رو اسکایپم. فرقی نمیکنه گوشی یعنی شما بالاخره داری حرف منو میشنوی یا داری یه چیزی میگی، ما حالا از شما میخوایم که به اصطلاح ساکت باشی یا حرف نزنی یا ما حرف نزنیم تا بتونیم با هم این فیلم رو ببینیم. پس اگه طرف میگه گوشی خدمتتون، هم شما میدونی منظورش چیه، هم من میدونم منظورم چیه. منظور خلاصه ما که زوری نداریم، همه شما زور میگی. خب آره، گوشی گوشی گوشی. بریم سراغ کامرای 3، این عکس رو ببینیم. این گویا نقاشی هست که این چیزهایی رو که این دوستم، حالا چرا من حرف میزنم دیگه، بذارید خودشون توضیح میدن. بفرمایید، شما روی هوا هستید. شما جناب سروی در برنامه روز چهارشنبه‌تون درباره نفس کشیدن غواصهایی که میرن و زیر آب مروارید سید میکنن صحبتی کردید. در اینجا میخوام اجازه بدید با عکس این برنامه سید مروارید رو براتون شرح بدم و اطلاعاتی به خدمتتون برسونم. اینا البته روی عکسن و این عکس اون نقاشی که این نقاشی ها رو کرده اسمش آقای عبدالله المحرقی است. آقای محرقی، البته عبدالله که میدونی بنده خدا، محرقی نسبت به جزیره محرق که شمال مجموعه الجزایر بحرینه، یعنی دومین جزیره بزرگ مجموعه الجزایر بحرینه. چرا اسمش محرقه؟ محرق یعنی سوزازندنگاه، جایی که می سوزنن به عربی. و این جایی بوده که زردشتی ها در 3000 سال پیش اونجا مرده هاشونو می سوزندن و تا حالا به این اسم مونده و ایشون آقای عبدالله المحرقی نسبت به اون جزیره هستن. حالا میریم سر سید مروری. سید مروری در حدود فصلهای تابستان بود و 6 ماه طول میکشید و کشتی شروع میکرد به رفتن. شروع که میکرد، این کشتی متعلق به کسی بود که بهش میگفتن ناخدا یا به اون معمولا نوخده. نوخده میگن اینجا که همون کلمه فارسی ناخداست. و این صاحب کشتی درست رول فئودال رو بازی میکرد در دهات و مناطق کشاورزی کشور ما. و این مردمی که روی این کار میکردن یا مردهایی که روی این کار میکردن همه به طور غیر مستقیم بنده جناب آقای ناخدا یا نوخده بودن. اینا که میرفتن روی کشتی، بعد از که مروارید رو سید میکردن، میرفتن افرادشون میرفتن به مدت خیلی خیلی 2 دقیقه میرفتن زیر آب و این مروارید رو سید میکردن، جمع میکردن توی یک سبدی میذاشتن و میوردنش بالای کشتی. بعد شروع میکردن این صدفها رو باز کنن و مرواریداش رو در بیارن. البته مرواریدها به حجمهای مختلفی بود و اینها رو آقایون میشستن جدا میکردن. ببینید این کار دست جمعی بود که روی کشتی انجام میگرفت. همینطور که میبینید آقایون میشستن و روی کشتی اینا رو جمع میکردن و جدا میکردن که برن تحویل نخدا بدن. حالا اجازه بدین یه قسمتی درباره این آقایون حرف بزنم که این کارا رو میکردن. کار دیگری نبود و اینها مجبور بودن این کارو بکنن. اینها تمام سال از نخدا یا نخدا قرض میگرفتن
تا زندگیشون رو به خرج کنن و خیلی خیلی عمر میکردن 40 سال بود و همشون بیشتری میمردن. این مسئله در یک فیلمی که یک کویتی ایرانی اصل درست کرده، کارگردانیشی کرده و جایزه های بین المللی برد و به عنوان دس یا بحر یعنی دریا بسه شرح میده که چجوری اینها با چه مصیبت هایی زندگی میکردن، با چه بدبختی هایی امرار معاش میکردن و همشون بیشتر مریض و چیز بودن و بیشتر از همینطور که گفتم شاید 2 دقیقه نمیتونستن توی دریا بمونن و این یک کار بسیار مشقت آور و سختی بود. حالا برمیگردیم ببینید اینجا آقای محرقی یک عکسی بذاشین بعد نشون میدم، یک عکس نشون داده که به طرز مدرن ساخته شده، نقاشی شده و اون اینه. ببینید این نشون میده که این که میرفته غواص بوده با چه دردهایش بوده، از یه طرف شارک بوده، شارک ها بودن، از یه طرف چیزهای دیگه بودن و همیشه یعنی کشتی ها که برمیگشته همش با درد بوده. حالا بیایم سر این تابلویش که خیلی مثل که میگن ماسترپیسشه، شرح میده از دوران ماهیگی صدف جمع کردن. نگاه بکنید، از میرن زیر دریا، این غواصه و این شارکه، با تمام اینها زحمت میکشه و این مروارید رو میاره بالا، میشینن جدا میکنن، میدن دست ناخدا، اینه که نشسته. ببینید این ناخدا نشسته، بعد میره تو سینه خانم. این خانم ها میشینن بعد پوز میدن که مروارید داریم. این مروارید، صنعت مروارید در اثر کشت مصنوعیش توسط میکومیتو در ژاپن متوقف شد و در سالهای 1930-35 ممنوع الورود بود به این کشورهای منطقه خلیج فارس، لکن الان وارد میکنن و دیگر چیزی از این مروارید و جمع آورش دیگه خبری نیست. متوجه هستید یک صنعت پر از درد، پر از مشقت و پر از بدبختی بود که فقط این خانوم ها کیف بکنن و بگن که ما مروارید داریم و یا پادشاهان قاجار به سینه‌شون بذارن. خوش باشید. بسیار ممنون از این دوستمون و ایشون یه فلسفه‌ای داره، سالها هم دربارش تحقیق کرده که ما مغزمون، قلب مغزمون هم مثل قلبمون تحت کنترل خودمون نیست. حالا چرا این امروز میگم؟ این ربط داره به صحبتی که میدونید آقای خسرو بهرامی هر چی ما نصیحت کردیم، داداش من یه کاغذ بردار بنویس، حالا یا به انگلیسی یا فارسی، هم خوشخط میشی. میدونید میگن آدمای باهوش خطشون خوب نیست، باورتون میشه؟ حوصله ندارن خوش خط بنویسن. شاید دکترام ادای آدمای باهوشو در میارن به این بد خطی مینویسن و ایشون رعایت نکرده و وقتی هم زنگ میزنه پیام میذاره، پیام ها طولانیه و تکراری، ولی خیلی خوشحالم بعد از سالها تمام مشکلات من و شما ایرانی ها رو ایشون حل کرده. چجوری؟ الان میریم با هم گوش میدیم ببینیم چجوری. این دوست ما گلپری 1، گلپری 2 اینا همه رو فرستاده، ولی ای کاش توضیح میدادید که این چیه، برای برنامه است، برای خود منه، یا این البته من میدونم یه سری مشکلش این تلفن‌های دستیه، طرف وقتی با تلفن دستی هست دیگه حوصله حالا توضیح نوشتن و اینها نداره. سعی کنید با ایمیل، با کامپیوتر، با پی سی استفاده کنید، یه مقداری بهتر و چیز میشه، به اصطلاح با توضیح بهتر میشه. بذارید من اینجا ببینم پیام آقای بله آقای خسرو بهرامی. میدونید که باباش دکتر بهرامی و حتی اگه اشتباه نکنم با برادرش رو این بنده خدا هم توی اون رژیم شاه زندانی و شکنجه، خود ایشون هم شکنجه شده و هم توی دوره خمینی اینها گویا اعدام کردن، کشتن و اینها، داستانشو گفتن برامون ولی دیگه الان یادم نیست. بشنوید ببینید که ایشون چی میگه. سلام آقای سوری، برنامه هستم از نیویورک زنگ میزنم، ساعت 2 بعد از ظهر
انتقادا رو کاری ندارم، ولی ایشون اتفاق خندیدم گفتم با وجود که ایشون مهندس راه ساختمانه و توی آمریکا هم مغازه یا فروشگاهی که دارن در رابطه با سنگ مرمر و کارهای ساختمانی و اینها هست، ولی مثل که اون به اصطلاح ژن میگیم نه، مثل که اون ژن پدرشون که دکتر بوده توی ایشون هم هست. خلاصه پیام ایشون اینه که یه جوری به صورت نصیحت میخواد به من بگه که بعد برای که من بدم نیاد میگه ما همه ایرانی ها مریض هستیم، یعنی خودش هم میگه من مریض هستم، که وقتی به من میگه آقا مریض هستی من خیلی ناراحت نشم. خیلی من بعد میگه که سعی کنیم دوستانمون رو نگه داریم. ببین عزیز من، این شما بیا برای من توضیح بده دوست چه کسی هست. ببخشید نمیخوام بگم ماجرای اون لوتی هست و انتر که بهش میگفت دوست کجاست میذاش اینجا، میگفت دشمن کجاست دستشو میذاش اینجا، ولی شما بیا برای من اینجا میگن دیفاین کن، یعنی توضیح بده شرح بده که دوست چه کسی هست. آقا دوستی که تا دیروز که براش کار مجانی میکردی، اینفورمیشن مجانی بهش میدادی، بهت میگه ارادت دارم، ولی تا بهش میگه آقا من دیگه وقت ندارم، منم یه عمری دارم، یه کاری دارم، باید به کار خودم برسم، شروع میکنه فوشت میده، توهین میکنه، تهمت میزنه، این دوسته؟ این دوست نیست، این یه آدم مفتخوره احمقی بوده که من اشتباه کردم فکر کردم دوسته، از این روز گذاشتمش کنار. حالا شما میگی همه، ببخشید اینو میگم، شما میگی همه این گوگندار دور خودت نگه دار. آقا نمیخوام. دوستی حسیبی برای خانمش هم خوب نبوده، برای بچه هاش هم خوب نبوده، منم یه مدت احمق بودم فکر میکردم این دوسته. کسی که میاد آقا دعوتش کرده، دکتر پارسا بناب سالها مقام داره، درس خونده فلان، آقا چه کار کنه؟ مثل تو دزدی نکرده، توی خونه کوچولو تو واشنگتن زندگی میکنه، این طور دعوت کرده، تو خونهش راهش داده، تو میای به من زنگ میزنی سوربی بیا من از اینجا نجات بده، این مردک من نمیدونم چجوری تو این خونه زندگی میکنه. آقای حسین معبودیان سالها پیش دعوتش میکنه تو خونه‌ای که خودش هست، خواهرش هست، اینو دعوت میکنه، بعد زنگ میزنه سوربی تو رو خدا بیا من از اینجا ببر یه هتلی، آقا تو زنگ بزن با تاکسی برو. پس اینا دوست نیستن آقای بهرامی. ولی بذار برگردیم سر این موضوعی که شما واقعا گل کاشتی زدی به هدف. اولا من 2003 تا حالا یعنی 14 ساله دارم میگم کارمون خیلی خرابه. کارمون خیلی خرابه یعنی چی؟ یعنی ما مریضیم، همه مشکل داریم. من اگه مریض نبودم تو آمریکایی که همه دارن مثل نمیدونم مثل چی بگم مثل اسب میدونن که به خط پایان برسن، نمیدونن که بعد از خط پایانم باز اگه بری دور میزنی، من نشستم قید پول زدم اومدم اینجا، خب من مریضم. شما درست میگی، شما مریضی که میشینی برنامه منو نگاه میکنی رنج میبری، اون دیگری مریضه که مخالف منه میشینه نگاه میکنه فوش میده، اون دیگری مریضه. حالا میدونم، حالا که شما بابات هم دکتره فهمیدی مریضی، بیا لطف کن به خودت به جامعه ما، برو این مریضی تو درمان کن، وقتی درمان شدی اون وقت بیا مهمون من باش. چون ایشون مدت ها میخواست برنامه بذاره، اینم مثل دیگران، حالا دارم میرم، حالا کار دارم، حالا دارم پول میسازم، همه اینا تا وقتی پول میسازن نمیخوان برنامه داشته باشن، وقتی پول نمیسازن میخوان برنامه داشته باشن. بماند نتونست. شما وقتی رفتی مریضی تو درمان کردی، بهبود پیدا کردی، شفا پیدا کردی، آدم شدی، دیگه یک ایرانی مریض نبودی، لطف کن تماس بگیر بگو سوربی من رفتم مثلا 10 ماه اینجا، میگن ریهب تو ایران نمیدونم چی میگن، وقتا معتادا رو میبردن جزیره نمیدونم فلان اینا، درس رو بگو رفتم اومدم، ولی لطف کن تا اون موقع با من تماس نگیر، با من این پیامای تکراری رو نذار. آقا دیگه این خواهش دوستانه که میتونم انجام بدم، از شما بخوام شما لطف کنید تا موقعی که مریضیتون شفا پیدا نکرده با من تماس نگیرید. مثل یه نفر شما بهش بگی آقا من فهمیدم مثلا سل دارم، من میگم آقا حالا که سل داری شما برو درمان کن خودت رو، تو این مدت هم با ما تماس نگیر. ممنونم، متشکرم، دست درد نکنه. ایشون هم یکی از اونایی بود که کمک میکرد قبلا، حتی یه دفعه زحمت کشید مانیتور فرستاد که من نمیدونم، خب آدم $100 میده به طرف وقتی میگه مانیتور میخوام، خودش بره مانیتور از بیس بای بخره،
بنده خدا رفته بود از یه هندی مانیتور خریده بود، مانیتور رو فرستاده بود شکسته بود، ما به یو پی اس زنگ بزن. اون اصلا کارهای ساده رو، ایشون هم مثل من مریض دیگه، ایشون مشکلش کرده بود، ولی بالاخره مانیتور به دست ما رسید. ممنون، متشکرم، سپاسگزارم. لطف کن آقای خسرو بهرامی عزیز. ضمناً یادی هم از پدر ایشون بشه، چون گویا اولین بیمارستان کودکان رو در تهران ایشون درست کرده، بیمارستان بهرامی. و چه باید کرد آقا؟ شما چیزی رو که ما سالها گفتیم، به جای اینکه زنگ بزنی بگی آقا من حالا فهمیدم تو چی میگی، شما اومدی حرفای خودمون رو جمع کردی به اسم خودت میخوای به چاپ برسون. بله من میدونم ما مریضیم. صحبت از مریضی شد. آقای انصاری قرار بود دو تا برنامه اینجا داشته باشه، یه برنامه اجرا کرده، یه برنامه دیگرش رو براش کار پیش آمده بود و دنبال کار کتابش بود و گفت حالا زود بیام، یه کمی دیرتر بشه و اینها. تو این حین و عین یه مریضی هم، سرماخوردگی بدی اینجا هست. سه روز سرما میخوری، یه روز خوب میشی، فکر میکنی خوب شدی، فرداش میفتی. راجبه حالا گفتن اگر حال، یعنی وقتی که حال، اگر نداره انشالله حالشون خوب میشه، وقتی که حالشون خوب شد باز با شما خواهند بود. و اما امروز بعد از برنامه خودم که سعی میکنم با شما 90 دقیقه باشم، حالا اگه بیشترم شد کی میشماره، اون جوکه بود گفت که آقا کتلت خوشمزه بود، گفت بله خیلی خوشمزه بود، من 3 تاشو خوردم، گفت نوش جونه شما 6 تا خوردی، ولی کی میشماره. ما هم حالا اینجا دقیقه ها رو کسی نمیشماره و اگر ادامه داشت این چیزایی که دارم اینجا بیشتر هستم. ولی بعد از صحبتهای خودم یک ویدیویی هست، من هنوز تو آمریکا نفهمیدم. خب ما سناتور داریم، از هر ایالتی 2 تا سناتور که اینجوری سعی کردن ایالتهای کم جمعیت هم حقشون پامال نشه، که به نظر من خب حقشون پامال نکنید. مثلا کالیفرنیا 2 تا سناتور داره، وایومینگ هم 2 تا سناتور داره. بماند، میدونیم 100 تا سناتوره، میدونیم بر اساس جمعیت، نمیدونم برای هر چند هزار نفری یه دونه نماینده مجلس اینها، ولی یه چند تا چیز دیگه هست تو آمریکا که من اینا رو نمیدونم. مثلا این نماینده شهر یا انجمن شهر و اینها هم هست، ولی یه چیزایی هست به نام دلیگیت که اینو نمیدونم با فارسی باید چی بگیم. یک نماینده هست اینجا که مال فیرفاکس هست و لاودن کاونتی. لاودن کاونتی یه جاییه که اون وقتا همش اینایی که مزرعه داشتن، اسب داشتن، اینا اونجا بودن. بعد یه دفعه وقتی که توی این منطقه واشنگتن و ویرجینیا، این مخصوصا از بعد از 2001، 15 سال پیش، وقتی تمام این سازمان‌های امنیتی یه دفعه مثل قارچ زیاد شدن، خب این کارمنداش باید یه جای خونه بخرن، خونه داشته باشن، مدرسه داشته باشن، شاپینگ سنتر داشته باشن. این لاودن کاونتی به قول اینا میگن بومینگ. بومینگ این البته بلومینگ هم داره که مثل یعنی شکفته شد، باز شد و اینها، و به جای رسید که گفتن آقا این پیشرفت غیر کنترل درد سر پیش میاد. مثل اون چیزی که الان بعضیا راجع به تهران میگن، میگن اگر زلزله بیاد 100,000 نفر هم زنده نمیمونن. نمیدونم تهران 14 میلیونی 17 میلیونی هیچ، ما نفهمیدیم چند میلیونه. بمانه در صورت این آقای نماینده حدود 30 دقیقه صحبت میکنه، به انگلیسی هست، مطمئنم انگلیسی شما خیلی بهتر از من هست و صحبتایشون رو میفهمید. ولی اون چیزی که با اینو پخش میکنیم اینه که شما ببینید وقتی اینا میخوان یه جاده بکشن، میاد توضیح میده، میگه ما این جاده رو میکشیم، بعد به مردم میگه که از شما هیچ پولی نمیخوان، یه شرکتی حاضر شده این جاده رو اینجوری که ما میخوایم مثلا درست کنه، ما بهش 15 سال 20 سال اجازه میدیم، وقتی این جاده رو درست کرد شما اگه میخوان ازش استفاده کنید باید پول بدید. میگه این جاده ترافیک لایت نداره، یعنی چراغ خطر نداره، یا یعنی بعضیا میگن چراغ قرمز، همیشه که چراغ قرمز نیست که، چراغ سبز هم هست. نمیدونم چرا تو شیراز ما بهش میگفتیم چراغ خطر، چراغ راهنمایی است، چون راهنمایی میکنه به شما که آقا قرمز وایسا، اونوری سبز بره. بماند لابد تو ایران از بس ما چپ و راست میزدیم به هم، این چراغ ها و اون چهارراه ها داشتیم، اصلا تو شیراز چهارراه حوادث و اینها فقط چراغ خطر بوده. صحبت از رانندگی و خطر و اینها شد، بریم یه ویدیویی رو که
داداش خود من امروز فرستاده، یعنی دو سه تا ویدیو هست، با هم نگاه کنیم و واقعا ببینیم که بعضی وقتا اگر آدم یک لحظه، یک ثانیه، دو ثانیه، ده ثانیه صبر کنه، ولی ممکنه یه خطری به اصطلاح غیر مترقبه رو پشت سر بذاره و نصیبش نشه. شما نمیدونم کجا هستید، ولی توی آمریکا این قسمتش که ما هستیم، خیلی جاها ریل راه آهن و جاده همدیگر رو قطع میکنن. اینا اینجا میگن ریل رود کراسینگ، اصلا علامتش هم همینه، علامت راه آهن کشیده و از این ور جاده، اینجوری رو هم میگه ریل رود کراسینگ، که آدم خندش میگیره دیگه. تو قرن 21 آقا یه پل بزن اون از بالای اون بره، یا اون که سبکتره از اون پایین بره. چرا اینا باید این وایسه؟ سالیانه شما نمیدونید چقدر تصادف میشه، اونم چه تصادفایی که حالا دیگه الان دوربین هست میبینن، ولی اون موقع ها نمیدیدن. این یه نمونشه. ببینید این کامیون رو دقت کنید. واو، قطار سری و سر آمد زد، کامیون و بارش و همه رو برداشت و برد. و از این چیزا تا دلتون بخواد هست. حالا اون قسمت جلوش مثل که راننده اینه، همین کامیونه. ببینید شانس برد وقتی وای میسه، بعد یکم میره جلو. ببینید اون قسمتی که بهش کله تریلی میگن یا اسب تریلی میگن، اون قسمت سالم موند و بله یه چرخ هم زد، حتما آمده پایین، نمیدونه الان دنیا دست کی هست و اینجا وایساد. حالا ببینیم که ویدیوی بعدی چی هست. اینم جالبه. بله، بعضی از این ویدیوها درست مثل عکسایی که به اصطلاح مونتاژ شده درست کردن و اینها، این ویدیو هم درست شده، ساختنش قلابیه، ولی بعضی هاش هم واقعا حقیقیه. این ویدیو هم فکر کنم یکی از همون ویدیوهای حقیقی باشه. باز با هم ببینیم. این پسر کوچولو با این چرخایی که حتی رکابم نداره، داره میاد تو خیابون و هر ماشینی از هر طرفی میره. جالبه که اینا وای نمیسن و بله بالاخره این پلیس میاد و چرخش و اینها رو میگیره و برمیداره میبره. خوشحالیم که به سلامتی گذشت. و اما این یکی ببینیم چیه. نوشته اشتباه پیش آمد در پخش این چشم. اوکی، ببندیمش، دوباره بیایم ببینیم چه خبره. خب بله، این میگه اوپن. آها، اینم جالبه، بازی بچه ها. و اینه که وقتی یه چیزی یاد میگیرن چجوری فکر میکنن که حتما باید انجامش بدن. بذارین این صفحه رو براتون اندازه کنم، با هم این رو ببینیم. شوت توی صورتش، بعد اون یادش رفت افتاد که باید شیرجه بره. قشنگ و خوب. و این فیلم های بچه ها خیلی معصومانه است. کلمه معصومانه فکر کنم یعنی از اسمت و اینها میاد، یعنی بیگناه. خب و اما ساعت 2:34 هست. ببینیم که ما دیگه چی نوشتیم اینجا. آها، نامه کوچک پتیک رو نشون دادیم که ممنونم ازش، پیام آقای خسرو بهرامی و این که مریض هستن. در مریض بودن شما من هیچ وقت شکی نداشتم. خوشحالم که اگه ما رومون نیومد به شما بگیم، شما خودت الان متوجه شدی. خوشحالتر میشم وقتی که درمان یا شفاشو پیدا کردی، برگردی به ما هم بگی. یه دوستی دارم خلبانه و اتفاقا قرار بود یه روز مهمون برنامه ما باشه، بعد گفت فعلا نمیام چون میترسن مردم، میترسن نمیدونم کیس یه چیزی نمیدونم والله، یعنی شاید هم اونا عاقلن ما دیوانه است. اون روز وقتی که ما جمعه 2 ساعت با آقای قربان علی حسین نژاد بودیم،
حداقل 3 بار 4 بار به ایشون گفتیم که آقا، یعنی به بیننده ها گفتیم، آقای قربان علی حسین نژاد صفحه فیسبوک داره. خیلی هم خوشحالیم که اون موقع اگر نوشته بود حسین نژاد از میانه یا نوشته بود قربان از میانه، بهش گفتیم بابا جون یه نفر که شما رو میبینه، میبینه شما حسین نژاد هستید، بعد میاد توی فیسبوک دنبالت میگرده پیدات نمیکنه. ایشون هم لطف کرد، الان اسمش رو به انگلیسی نوشته قربان علی حسین نژاد و شما میتونید تو فیسبوک پیداش کنید. از تنبلی ما خودمون براتون بگم، این دوست من که خودشم رو فیسبوکه برای من نوشته آقای سوربی لطفاً ایمیل آقای حسین علی قربان نژاد رو به من بدید. اصلا مونده بودم اینجا. حالا این دوستان فعال سیاسی هم هستن، این دوستان میخوان راهکار نشون بدن ایران رو آزاد کنن. آقا 2 ساعت طرف عکس صفحه فیسبوک ایشون رو نشونت داده، اسمش رو نشونت داده، توضیح داده، اونجا که میرید عکس خودش این پایینه، عکس دختراش اون بالا هستن. شما به جایی که با اون تماس بگیری، اگر اون دلش خواست به شما ایمیل بده، به من تماس میگیری. چرا؟ من میخوام اینو بفهمم واقعا تو مغز شما چیه که لقمه رو، البته اون وقتا میگفتن که طرف لقمه رو دور دستش میچرخونه، بازم میدونیم که اگر یه چیزی رو دلاش نکنیم به دهنمون نمیرسه. شما دستتو بخوای صاف بگیری میگن راستی و نمیدونم رستگاری، نه خیر، اگه شما راستی دستتو راست بگیری هیچ وقت رستگار نمیشی، خوراک بخوری. ولی من دوست دارم این دوست من برای من توضیح بده چه چیزی هست که 2 ساعت طرف میگه آقا این فیسبوک داره، با فیسبوک باهاش تماس بگیرید، با کانون آواز تماس بگیرید، اگر مشکلی داشتید با من تماس بگیرید. شما همه اونا رو انجام نمیدی، میای مینسی ایمیل این، آقا من ایمیل ایشون اولا اگه داشته باشم هم نمیدم، دوم من با ایشون با اسکایپ با فیسبوک در تماسم و قرار نیست که ما اینجا یه جورایی باید امین مردم باشیم. اگه شبه شماره تلفنشو داده، اگه چی داده، من نباید شماره تلفنشو ایمیلشو به شما بدم، امروز زنگ بزنی بهش بگی به بچه برنامه داری، 4 روز دیگه نصف شب زنگ بزنی تهدیدش کنی. ولی دوست دارم این دوستمون اگه خودش خواست توضیح بده، اگه نخواست رو فیسبوک برای من بنویسه، من ببینم چه چیزی تو مغز ما ایرانی‌ها میگرده میچرخه یا میگذره که میخوایم دنیا رو نجات بدیم، ایران رو آزاد کنیم، آخوندها رو در به در کنیم، ولی یه چیز ساده ای رو متوجه نمیشیم و راه های ساده رو سعی میکنیم مشکل کنیم، دست انداز درست کنیم. البته این ذات بشر، جاده میسازه صاف، وقتی صاف میبینه اون تون میره، میاد بامپ میسازه روش یا دست انداز میسازه. اینم اینجا نوشته بودم ایمیل آقای قربان علی حسین نژاد رو خواسته، البته براش هم نوشتم دوشنبه من درباره شما صحبت میکنم، امیدوارم که درک کنیم. چجوری ما میتونیم درک کنیم؟ خودمون رو جای دیگری بذاریم که آقا این برنامه رو بیش از 8000 نفر روی فیسبوک دیدن، اگر قرار باشه هر کدوم از اینا برای راحتی خودش به سوربی تماس بگیره، اینجاست که سوربی میگه آقا من این دوستدار رو نخواستم، اینجاست که آقای خسرو بهرامی مریض از نیویورک تماس میگیره، تازه خودش هنوز مداوا نشده میخواد برای من و شما هم نسخه بپیچه. کارمون خیلی خرابه آقای بهرامی. شما اگر بری برنامه قبلی منو نگاه کنی که اصلا اسم برنامه این بود، کارمون خیلی خرابه. بعدم هر کی هم زنگ میزنه عصبانه، آقا کار ما خراب نیست. میگفتم خب شما برو توی تلویزیونایی که مینیسن کارمون خیلی درسته، برو اونجا. بعدن تماس میگیره میگه نه شما راست گفتی. بفرمایید. خب بریم سراغ نوشته های دیگر. و اما همین دوستمون آقای پتیک، چون توی کالیفرنیا و نوادا و اینها میدونه وارد در رابطه با آب و کنترل آب در ایران در جهان یه مقداری نگران هست، حتی یک ایمیلی فرستاده بود که آقا من تا حالا چندین بار از آقای چمنارا از دوستاش سوال کردم، کسی نگفته، اگه میشه شما به ما بگو. گفتم من تنها کاری که میتونم بکنم عنوان کنم، اگه کسی دیگه ای هست بیاد بگه. ایشون نوشتن که طبق خبر
دیشب سد بالای ساکرامنتو به حد نهایی خود رسیده و در یک هفته گذشته آب 50 فیت 50 تا 30 تا میشه 15 متر. خیلی ها 15 متر پشت سد جمع شده که با احتساب هر ثانیه 100,000 کیوبیک فیت 27 روز طول خواهد کشید تا این آب به حد اولیه برسد. ضمن آن که این هفته هم سر تا سر باران خواهیم داشت. و نظر شما چیست؟ ایشون نظر آقای هوشنگ آریانپور رو خواستن و آقای آریانپور هم اگر دوست داشت میتونه نظرشون رو با ما هم به اصطلاح در میان بگذارن. ممنون و متشکر. بریم سراغ این مدتی میبینم آقای مهدی ذوالفقاری که خودش خبرها رو دستچین میکنه و میفرسه بیشتر از The Time of Israel، یعنی روزنامه یا نشریه اینترنتی اسرائیلی استفاده میکنه یا مستند به اونا هست، نمیدونم در اصل دلیلش چیه، نمیدونم، شاید این خبر رو مثلا میخواد بگه که خودش هم بعد بتونه یه خبری رو بیشتر درباره‌اش صحبت کنه، نمیدونم. و امیدوارم که خود ایشون اگر برنامه رو میبینن پاسخ بدن تا ببینیم چی میشه. و اما خبرنامه روزانه یک شنبه 12 فوریه 2017، ترامپ به رئیس جمهور ایران هشدار داد که مراقب سخنانش باشد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی گفت آزمایش های موشکی ما ادامه دارد و اسرائیل جرأت نمی کند با ایران طرف شود. برگزاری مراسم 22 بهمن در ایران با شعارهای نفرت از آمریکا و نابودی اسرائیل و تصاویری هم پنجا چاپ کردند. صدور مجوز برای عبور هواپیماهای روسی از فضای ایران. حالا اینایی که آقای فخرآور وشته کتاب نوشته که نمیدونم خامنه‌ای نماینده به اصطلاح مأمور روسیه است و در روسیه درس خونده و اینها، این ماجرای ایران آیا این کاراری که میذاره انجام میده باید به حساب مستقل بودن و کشور استقلال دار ایران گذاشت یا به حساب کل خشکی و دیوانگی و حتی همسایه ها رو هم برای خود نگه نداشتن؟ اگه کسی در این مورد میخواد صحبت کنه مهمان ما باشه و خوشحال میشه. اعتراض سازمان گزارشگران بدون مرز به تداوم سرکوب مطبوعات در ایران. ترامپ به روزنامه اسرائیلی گفت شهرکسازی برای سر خوب نیست. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به اسرائیل را بر عهده گرفت. میدونید که همه جا صحبت این بود که این القاعده، نمیدونم طالبان، داعش، الشباب، این اون چجوریه این همه مسلمانای دیگر میکشن، حالا چه نمیدونم ایزدی هستن، چه یزیدی هستن، چه شیعه هستن، ولی کاری به اسرائیلیان نداره. و یک چیزی هم که اگه دقت کرده بودید هیچ کدوم از اینا نمیگفتن آیسیس، میگفتن آیسل. آیسیس یه سازمان اسرائیلیه. من کاری به این آیسیس این ندارم، ولی برید بزنید بنویسید آیسیس اسرائیل میبینید که اون سازمان جاسوسی شو اینها وقتی که مینویسن مثل که میشه همین آیسیس ISIS. و این بود که اون آقای اوباما همیشه میگفت آیسیل، نمیگفت آیسیس. گروه تروریستی داعش مسئولیت حمله به اسرائیل را بر عهده گرفت. گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه ضمن به عهده گرفتن مسئولیت پرتاب موشک به جنوب اسرائیل در بیانیه آورده است که تعدادی موشک از نوع گراد به سمت شهر ایلات در جنوب اسرائیل شلیک کرده است. اینم از این. تابلوهای صلح دانشجویان کانادایی نمادی در برابر موج یهود ستیزی است. مجموعه تلویزیون دخترها نگاهی نو به بحرانهای نسل امروز. مجموعه دخترها شبکه HBO شاید دیگر مجموعه تلویزیونی مختص نسل هزاره نباشد، اما با شروع فصل ششم و نهایی آن از بسیاری
جهان هنوز مربوط جهات، این اشتباه نوشته جهان، و قابل بحث است. اینم از این. من ندیدم اصلا این فیلم یا مجموعه دخترها، ندیدم. اینقدر فیلم های مختلف هست، اینقدر سریال های مختلف هست، اینقدر این خبرها از طریق اینترنت و اینها میاد که واقعا آدم بعضی وقتا میگه ای کاش روز 36 ساعت بود تا من وقت بیشتر داشتم میخوندم به اصطلاح اینا رو متوجه میشدم. ولی یه چی بهتون بگم، گفتم اون روز رفته بودم استخر، وقتی میرید استخر یه 10 دقیقه شنا میکنی، برمیگردی ساعت رو نگاه میکنی، میگی حالا نکنه دیر بشه، 2 ساعت شده باشه، میبینی شده مثلا 10 دقیقه. بعد میری سونا، میگی من مثلا 10 دقیقه 15 دقیقه میمونم تو سونا. دوستان تو سونا بستگی به عادتتون، بستگی به سلامتیتون، باید بعضی جا میگن بیشتر از 10 دقیقه نشینی. البته خب بستگی به گرمای اون سونا هم داره، یه سونایی میبینید روز 160 و 170، یه سونایی میبینید روز 120 مثل آب استخر بمانه. اونجا که هستی شما میگی مثلا من 5 دقیقه دیگه میرم بیرون، فکر میکنی، زن میکنی، نمیدونم مدیتیشن میکنی، خلصه میگن، چی میگن به فارسی، مدیتیشن و زن کاراته میگه، مدیتیشن اینایی که توی یوگا و اینها هستن میگن، فکر کنم مال خودمون در حالت خلصه. البته خلصه میست که موقعی که از اینجا جدا میشی، نمیدونم بماند، اون موقع میبینی که زمان چقدر 5 دقیقه طولانیه، ولی ما بلد نیستیم از وقتمون درست استفاده کنیم. این هم از این. و بریم خیلی خوب به سخنان این آخوند گوش بدی دوستان. بذارید براتون این آخوند رو بیارم، این رو هم آقای مسعود سهیلی فرستاده، ممنونم. و از این صحبت ها تا دلتون بخواد در همه ادیان وجود داره. اتفاقا داشتم یک ویدیویی رو مال سال 2014 نگاه میکردم که آقای رضا اصلان داره با این خانم گزارشگر فاکس نیوز که بعضیا بهش میگن فالس نیوز، فالس یعنی دروغ، بعد غلط، بعضیا بهش میگن فیک نیوز، ببخشید، بعضیا حتی بهش میگن فاک نیوز دیگه، اینو داشت صحبت میکرد و به رضا اصلان میگفت تو چرا یه کتابی نوشتی راجع به حضرت عیسی، تو که مسلمون هستی. اصلا اصلان مونده بود، خانم من رفتم 4 تا فوق لیسانس رشته های مختلف دینشناسی، بعد PhD گرفتم، بعد 20 ساله دارم تحقیق میکنم، من پروفسور و اسکالر و استاد، همون کلمه استاد که من میگم علکی میگن، این استاد دینم. اون وقت توی که نشستی اینجا، حالا تو فاکس نیوز هم چه کسایی رو میارن، این خانمایی که استخدام شدن فاکس نیوز معلوم شده که نمیدونم باید قنبلشون این سایز باشه، موهاشون این رنگ باشه، سینه هاشون اینجوری باشه، به غیر از اینا اجازه بدن رئیسشون هم یه دستی بزنه، یه بوقی بزنه، راهنمایی بزنه. اون خانمه به این آقا میگه تو چرا، تو که یه مسلمون هستی، آمدی رفتی به درباره زندگی حضرت عیسی نوشتی. البته اصلا باید اولش میگفت این همه غیر مسلمانان راجع به محمد و مسلمانان نوشتن، منم بیام. ضمن این که اصلا اگه اشتباه نکنم یه جایی، یا شایدم تو همین مصاحبه، نه به این نمیگه، به اون پیرز مورگان میگه، اصلا میگه من سالها پیش وقتی 14-15 سالش بوده رفته کانورت کرده، یعنی دینشو از اسلام عوض کرده، رفته دنبال مسیحیت، بعدم رفته همین رشته رو خونده، بعد میگه وقتی رفتم درس خوندم و اینها، و میگه هنوز اون جیزز مسیح حضرت عیسی قهرمانشه. در صورت من آقای اصلا رو 2 بار دیدم، ولی هیچ وقت فرصتی نشده باش مصاحبه کنم، خیلی هم مشغوله، الان هم توی CNN یه پروگرام ساخته، اگه یه فرصتی پیش بیاد باش یه مصاحبه داشته باشیم، اگه نه که این فیلم هایی که توی CNN میذاره، این رو اگه کسی میخواد حمایت کنه، سپانسر روشه، 50% من 50% شما پخش کن. این هم از این. و ببینیم که بله یه دوستمونم آمد، محمود مؤیدی، خب انشالله که شما مورد تعیین باشید. بله درباره اون دلیگیت بعد از برنامه خود من، البته کیفیت ویدیو خیلی خوب نیست متاسفانه، این
پابلیک اکسس ها هنوز دوربیناشون و اینا تو اون قسمت آنالوگ مونده و روی دیجیتال و اچ دی و اینها نیومدن. بریم با هم این آخوند رو ببینیم و بشنویم و من حرفی ندارم، چون فقط این دینه نیست که این چیزا رو میگه. اگر کسی میخواد اینا رو چالش میکنه، چالش میکشه، بیاد دینای دیگر هم بیاریم، یکی یکی اون چیزایی هم که اونا میگن بیاریم بذاریم. و این همه ادیان این مزخرفات رو دارن و نمیدونم چرا خود رهبرای مذهبی اسلام چیزی نمیگن. اونا هم به این مزخرفات باور دارن. بشنوید. اهل بهشت و بهشت میگن خورشید آفتاب، بهشت آفتاب شد. خدایا ما در دنیا شنیده بودیم تو بهشت آفتاب ری، پس این آفتاب چیه؟ این نور چیه؟ به در دیوار بهشت خطاب میرسه که نه، این نور آفتاب نیست. امیرالمومنین با حضرت زهرا علیه السلام زن شوهرم پای تفریح میکنن. نمیدونم امیرالمومنین چی فرمودن که حضرت زهرا تبسم کردن، نور دندانهای امیرالمومنین و حضرت زهرا علیه السلام ظاهر شد. از نور دندانهای این رو بزرگ جوار بهش روشن شد. صلوات نفرستید. خود این ویدیو گویاست، دیگه احتیاجی نداره. ولی اگر یادتون باشه من یه ویدیو هم نشون دادم. اولا این آقا این آخونده راجع به دخترایی هم که گم میشه میگه ای ملت اگه دختراتون گم شد برید جاده ای نمیدونم فلان جا برشون داشتن، بردن کارشون کردن، انداختنشون کنار رودخونه. توی تلویزیون خود ایران هم خب اینا مال تلویزیون هستن، مال جلسات هستن، یه آقای دیگه اومده بود. اون یکی اولا ما تا امروز نمیدونستیم که توی بهشت آفتاب نیست. آفتاب یکی از نعماته، حالا چه اونایی که به طبیعت باور دارن چه اونایی که به خدا و دین و اینها باور دارن. ایشون میگه که توی بهشت آفتاب نیست. بعد این نور از دندان حضرت علی و فاطمه همسرش بوده و اینها. یه آخوند دیگه‌ای همین داستان رو تعریف میکنه، میگه وقتی حضرت علی عمامش رو برداشت دیگران اصلا چشم رو گفتن آقا کور شدیم، بذار. کله نورانی، دندون نورانی، دیگه نمیدونم. خیلی خوب به این سخنان گوش بدیم. باشه گوش میدیم، ولی بعدش باید چه کار باید کرد؟ آقای سهیلی هیچ راه حلی دارید شما؟ خب جامعه شناس نروژی گفت قدرت آمریکا در دوران ترامپ رو به زوال می رود. می دونید که الان چندین جامعه شناس صحبت کردن، گفتن آقای ترامپ به اصطلاح خودشیفتگی بدخیم داره. حتی جدیدن گفتن که این مثل بچه های مدرسه است و هر اشکالی پیش میاد فقط دیگران رو به اصطلاح سرزنش میکنه و میگه تقصیر اونها بود که به این صورت خودش رو راضی کنه که اشتباهی نکرده. الان توی این ویکندی که گذشت حتی کره شمالی مثل که آزمایش 24 و 25 هست که انجام داده، یه موشک بالستیک فرستاده بالا و حالی موشک بالستیک و اینها رو دوستانی که موشک شناسن بیان صحبت کنن، دوستان دیگه هم و من هم یاد بگیریم. در صورت اینها هم اعتراض کردن که فعلا میخواد حساب ایران برسه، حساب کره رو برسه، حساب مکزیک رو برسه، حساب استرالیا رو برسه. همینجور این لیستا داره زیاد میشه و از طرفی از اون طرف توپوزی هم داره میخوره. ماجرای توپوزی دو تاش که اینه، اولا اینکه ایشون فهمید آقا شما پادشاه و به اصطلاح سلطان نیستی که بتونی هرچی میخوای بگی، و یه قاضی اینجا قوه قضاییه اومد استاپ کرد، سه تا قاضی دیگه و دادگاه هم به اصطلاح گفتن فعلا این مزخرفی که این گفته راجع به خارجی ها و ویزاشون اینها همینجوری بمونه تا بهش چی. ولی خیلی ها ضرر کردن و خیلی از شرکت ها گفتن خب حالا که آمریکا اینجوریه و ما معلوم نیست کارمندامون چی باشه میریم کانادا. کانادا این وسط خیلی زبلی کرد و گفت بیان کانادا، یعنی سرمایه، درست برعکس اون چیزی که آقای ترامپ گفت من سرمایه ها رو برمیگردونم توی آمریکا. سرمایه ها و کار داره از آمریکا بیرون میره. هنوز منتظرم بابک حالش خوب بشه و بیاد به ما بگه این 42.5% بیکاری آمریکا تو این 3 هفته 4 هفته این آقای ترامپ
چی شد و آیا الان هم هنوز آمریکا 42% بیکاری داره؟ جامعه شناس نروژی گفت قدرت آمریکا در دوران ترامپ رو به زوال می رود. به گزارش ایندیپندنت، پروفسور یوهان کالتونگ یا کاتونگ، جامعه شناس نروژی، که رخدادهای مهمی چون سقوط شوروی، حادثه میدان کجا این نیانمن، بله اون مال چین که آقای وایساد جلو چیز جلو تانک، حملات 11 سپتامبر را پیش بینی کرده بود، در اظهار نظری جدید گفت قدرت جهانی آمریکا در دوران رئیس جمهوری جدید رو به زوال خواهد رفت. این دانشمند نروژی که در سال 2000 پیش بینی کرده بود قدرت جهانی آمریکا تا سال 2025 سقوط خواهد کرد، در دوران جورج دبلیو بوش 5 سال از این تاریخ کم کرد. آقای چمنارا بیا جلو، 225 5 سالش کم کنی میشه 200 میشه 2020 ببخشید 2025 5 سالش کم کنی میشه 2020 و اعلام کرد میزان قدرت آمریکا تا سال 2020 بله شدیداً رو به کاهش خواهد رفت. آقای سهراب چمنارا هم کتابی نوشته که اونم میگه دیگه تا سال 2020 به اصطلاح تکلیف ایران و دنیا معلوم خواهد شد. و اما افزایش محبوبیت احزاب راستگرای افراطی در اروپا، میدونید که به دنبال اون ماجرایی که انگلستان از اتحادیه اروپا رفت بیرون، چیز ترامپ اینجا شد رئیس جمهور، الان هم تو اروپا مشکلات زیادی هست و اونجا هم مردم به خاطر همین ناراحتی هایی که دارن از دست خارجی هایی که میان اونجا، تروریست ها و اینها، میگه اینا هم میرن به طرف افراد افراطی. مشکل افراد افراطی اینه که اینها برای اینکه انتخاب بشن ترس و وحشت باید ایجاد کنن. ترس و وحشت شما چجوری ایجاد میکنی؟ همون جوری که پدر و مادره به بچهش میگه اگه رفتید اونجا یه لولو وایساده میخورته، خودش میدونه لولوی وجود نداره، ولی به این بنده خدا بچه میگه یه لولوی اونجا هست میخورتت. بعد یه مدتی این بچه میدونه لولوی نیست، ولی دیگه همینجوری میگذره میره، اونم به کار خودش رسیده. آقای ترامپ مشکلاتی رو ممکنه حل کنه که وجود نداشتن اصلا. فقط دیروز خانم شایسته الهامی یه چیزی نوشته بود که این ماجرای و برای من خیلی جالبه که این دوستان هم شروع کردن کارهای ترامپ رو توجیه میکنن. البته حالا میدونم ممکنه بنویسن آقا من نظری من نبوده، من فقط اینو نوشتم. خب نمیدونم، من رو صفحه شما میبینم. میگن که این ماجرای 7 کشور و ماجرای ویزا و ماجرای پناهنده ها از زبان اوباما صحبتش بوده. شما نه شما، هر کسی اینو نوشته منو یاد دوستان شاه‌اللهی میندازه. هر وقت یک کار خوب انجام میدن این آخوندا، آخوند که کار نمیکنه، شاه که کار نمیکنه، مردم کار میکنه. هر وقت یک کار خوب انجام میشه، اون موقع میگفتن شاهنشاه انجام داده، الان میگن آخوندا انجام داده. بعد جالب اینه، اینه که مخالفن میگن نه این طرحش از همون موقع ها ریخته شده بود. آقا خانم اگه ریخته شده بود اون که اجرا نکرد، این آمده اجرا کرده. آقا بلند میشه میره یمن میزنه چند تا رو میکشه، دنبال اون ماجرای اصلی که بودن میره، یه پسر جوان آمریکایی هم کشته میشه، چندین نفر هم مجروح. اگر این نتیجه خوبی داشت، موفقیت آمیز بود، این آقای ترامپ میگه من خودم این نقشه رو همون صبحی که رئیس جمهور شدم کردم. وقتی که با شکست مواجه شد گو این نقشه از زمان اوباما بوده، اوباما گو آقا خیلی نقشه ها بوده، ما هیچ کدومش اجرا نکردیم، نکنید این کارو، اینا رو توجیه نکنید. آقا خانم ترامپ خوبه الان که دنیا رو خراب کنه. من نمیفهمم شما برای چی میگید این خوبه، چون اونایی که میگن خوبه میگن این بیگه خوبه، فلسفه‌شون اینه خرابی تا به دانجا کاباد میگردن، ولی توجیهش نکنید، نگید این اینجوری بوده از دوره آقا، از دوره اوباما قانون ریختن گذاشتن اجرا نکرده که، حتی اگه تصویب کرده اجرا نکرده، یعنی اون توقفش داده. ازشون دعوت کردم پاسخ ندادن.
و اما بن ایرانیانز، بن این همون یعنی ممنوع ورود کردن ایرانی ها و اینها، که چقدر تابلو قشنگی ساختن و همیشه میدونید که میگن یک به اصطلاح عکس کار هزار تا کلمه رو در گفتن و نوشتن انجام میده. ببینید اینا اومدن یه دونه پلاکارد درست کردن، نوشته ایران سندز یو اس، میگه ایران به آمریکا 7000 گراد استودنت، یعنی فوق لیسانس، 7000 تا گراد استودنت فرستاده، 5000 تا دکتر فرستاده، زیرو، هیچ تروریستی تا حالا از ایران نبوده. بعد زیرش هم هشتگ نو بن نو وال، یعنی نه به اصطلاح محدود کنید، ممنوع کنید، نه اینکه دیوار بسازید. بعد اینجا هم نوشته تروریست فری تو انتر، اینایی که از سعودی آمدن. میبینید دوستان، سعودی سعودی سعودی، 3 تا 5 تا 15 تا. بعد این پایین نوشته هو ایز بند، کیا نمیتونن بیان قانونا، طبق قانون این آقای ترامپ که به گفته این دوستمون میگه اوباما درستش کرده بوده، میگه ای بی فاوندر، اون آقای پیر امر چیز، این خانم انصاری، اون خانم سی ان ان کیه، کریستین امانپور، این دوستمون آقای فیروز نادری، اون یکی هاوارد سایکی فیزیسیست، ببخشید سایکی که اشتباه خوندم، فیزیسیست، این یکی نیویورک جاج، اون یکی استیت دیپارتمنت اسپوکس پرسن، این یکی مدل. در صورت اینا هم همه ایرانی هستن. میگه شما میخواین جلو اینا رو بگیرید، ولی اون تروریستا آمدند و با خرج و با راهنمایی سفارت آمریکا، با سفارت عربستان، اون مسئول مال سفارت خونه اینا رو برده بود شب بیرون و رفته بودن خوشگذرونی یا هر جا، و بعدم منفجر کردن اونجا رو. و اما میدونید که شعرهایی هست که میگه به خود آیید که شما خود خدایید، اینو اتفاقا بابک هم میشه، بابک هروی تو برنامهاش میگفت، و اصل این از چیز دیگه، از مولانا هست. اجازه بدید من اینو بهتون نشون بدم، من میخونم که یه وقتی یه جایی من اشتباه میخونم شما درستش رو ببینید و به اشتباه ما اشتباه نکنید. میگه آن که طلب کار خدایید، خدایید یا خدایید، حاجت به طلب نیست، شمایید، شمایید، چیزی که نکردید گم از بحر چه جویید، کس غیر شما نیست، کجایید، کجایید، در خانه نشینید و مگردید به هر در، زیرا در خانه نشینید، ببخشید، در خانه، بله، در خانه نشینید و مگردید به هر در، زیرا که شما خانه و همخانه، شما خانه و همخانه خدایید، ذاتید و صفایید، گهی عرش و گهی فرش، در عین بقایید و در عین بقایید و مبراز فنایید، اسمید و حروفید و کلامید و کتابید، جبرئیل امینید و رسولان سمایید، خواهید ببینید رخن در رخ معشوق، زنگار ز آینه به صیقل بزدایید، تا بود که همچون شه رومی به حقیقت، تا بود یا تا بود، تا بود که همچون شه رومی به حقیقت، خود را به خود از قوت آینه نمایید. من شعرهای این مولانا و رومی و اینها رو خیلی، خب چون خیلی هم نمیخونم، بلدم نیستم، و به نظر من اینا رو ساده تر میتونه صحبت کنه. و اما پوتین اسنودن را به ترامپ هدیه میکنه. میدونید که الان یکی از این مشاورین یا وزرای آقای ترامپ ممکنه حتی قبل از اینکه به اصطلاح کابینه اینها تکمیل بشه این آقا را ایمپیچ کنن، مجبور به استعفا کنن. فلین، آقای فلین، ایشون قبل از اینکه ترامپ رئیس جمهور بشه و اینها با روسیه
سر و سر و صحبت و راز و نیازی داشته که مثلا اگه این بشه ما یه کاری میکنیم که این تحریم ها، میدونید که آمریکا تحریم بر علیه روسیه هم داره. حالا مردم میگن آقا بیان چی کنی، آقای میگه من اصلا یادم نمیاد تو اون صحبت ها چی گفتن. ببینید اینا اینقدر دروغگو هستند و این روبرویاشون باید بگن آقا شما اگه یادت نمیاد 4 هفته پیش 5 هفته پیش چی گفتی، خب پدر سوخته، تو حائز این چیز نمیتونی باشی، این مقام نمیتونی باشی، مغزت اشکال داره، یا به قول دوستان که جوک میگن به جای آلزایمر فعلا هفسایمر گرفتی. این همین. حالا ماجرای اسنودن، اسنودن میدونید اون پسر جوانی بود که رفته بود دیده بود آمریکا این چیزایی که میگه دروغ میگه و همه رو زیر کنترل گذاشته و اینها، به 2 نفر رئیس رؤسا گفته بود و دید که نه اینجا اگه بگی خودتو تنبیه میکنن اینها، رفت این چیزها رو داد به ویکی‌پدیا. دقت کنید ویکی‌پدیا کسیه که اون آسانج آقای ترامپ ازش میگو من این ویکی... I love ویکی‌پدیا. آقای آسانج بگردید این ایمیل های هیلری کلینتون رو پیدا کنید. حالا کسی که مورد اطمینان اونه، کسی که love عشقش بوده، محبوبش بوده، این آقای آمریکایی رفته این گزارش ها رو داده به اونا. همون موقع دولت اوباما که گفت این جاسوسه و تریزن یعنی خیانتکار، جرمش اینه. حالا این آقا توی روسیه بهش پناهندگی دادن یا بهش اقامت دادن، رفته اونجا بس نشسته، اونا هم قبول کردن نشسته، ولی حالا میخوان تحویلش بدن. چرا؟ وقتی که میرسه به منافعش خودشون، زندگی آدم ها براشون ارزش نداره. آقای ترامپ براش مهمتره که اینو بگیره بعد، یا آقای ببخشید آقای پوتین که اینو بده ولی یه چیزایی برای مملکتش بگیره. اینجوری میشه که نفرات دیگه وحشت میکنن اگه یه اتفاقی داره میفته. اینجا میگن ویسل بروه، یعنی کسی که میاد خبر میده، میگه که داخل دستگاه این غیر قانونیه یا این برخلافه، ولی میترسونن، چنان وحشتی ایجاد میکنن که دیگران ساکت بشن. شایدم یکی از دلایلی که پوتین ترامپ میخواد این اسنودن رو بگیره اینه که دیگران رو جا به جا به اصطلاح خاموش کن. و اما 10 نکته جالب در باره خانه اعیانی بیل گیت با تصویر. بیل گیت که میدونید اگه اشتباه نکنم ایشون دراپ آف یعنی درس مدرسه‌ش هم تموم نکرد و آمد و رفت و با دوستاش توی گاراژشون این کامپیوتری که من و شما امروز استفاده میکنیم، چه مک چه ویندو، اصلش از اونجا شروع شد، ماجرا از اونجا شروع شد. اگه اینها نبودن، این کامپیوترها هنوز در اختیار ارتش و اینها بود و اینجوری نبود که الان شما برید $300 میتونی الان روزا بهترین کامپیوتر شخصی رو بخرید. بهترین که میگم نه، یعنی یه کامپیوتر دیسنت، یه کامپیوتر خوب بخرید. بمانه به گزارش خبرنگار اخبار داغ، بیل گیتس بنیانگذار شرکت مایکروسافت، این کلمه مایکروسافت رو داشته باشین، بهتون میگم مایکرو چیزای کوچولو رو میگن، مثلا میکروسکوپ که میگیم یعنی مایکروها رو نشون میده، اسکوپ اون بزرگش میکنه یا چی میکنه، سافت هم که نرم. و میدونید اصلا مثلا سافت ویر تو ایران میگن نرم افزار، هارد ویر میگن سخت افزار. حالا این مایکروسافت من تو ایران نمیدونم چی میگن، ولی این عکساری که بهتون نشون دادم یه چیزی هم هست. این خونه هست که توضیح میده چند ایکره و ساختن این خونه 7 سال طول کشیده در سیاتل واشنگتن. سیاتل واشنگتن که در غرب آمریکا هست، یکی از استانهای قشنگ و زیبا هست. حالا به هر دلیلی هم هست، خیلی به اصطلاح اونجا جمعیت و ساختمونای چیز نرفته طبیعتش رو از بین ببره، طبیعت قشنگی داره و مناظر خوب، ماهی و دریا و همه چی هم داره. خب این منزل آقای ترامپ که $63 میلیون هزینه کرده، خرج کرده. و اتفاقا گفتم ما امروز کاش که تو این اتاق نشسته بودیم و ببینید اون احمقایی که زنگ میزنن میگن آقا چجوری شما نمیدونم تو این چیز نشستید، باش چی میگن چیز 1 میلیونی، اینو من سعید یادم داده
سنیپر. هر وقت سعید من این سنیپر رو چیز میکنم یاد شما میفتم و ممنون از شما. بذارید دوستان بهتون بگم، ببینید الان من اینجا به جای این میتونم بذارم کامرای سه. ببینید کامرای سه، بله بذارید بهتون نشون بدم. ما آمدیم توی این اتاقه، البته اینم باز میتونم بهترش کنم، قشنگ اتاقه رو به صورت اتاق نشون بدم که دورش هم نوشته ای چیز نباشه. یک لحظه، چهار سوم از اینجا تا اینجا آمدیم توی این اتاق. حالا اونی که نمیفهم میگه آقا این خونه 6 میلیون دلاری بیل گیت رو به شما دادن بشینی داخلش، حتما یه جایی یه خبری هست. بالا خونه خالی، خلوت خلوت. خب بیاییم برگردیم به استدیوی جهانی خودمون و ببینیم که اینجا چه خبره. پلیر یک نه یا دو، یک. بله برگشتیم به استدیوی جهانی. خب بریم سراغ این اتاق پذیرایی، یا اینجا میگن لیوینگ روم. بله این پایین سالن پذیراییش هست که حدود 700 متر مربع، 700 متر مربع. من خونم تو ایران 100 متر مربع بود 110 متر. این اتاق 700 متر مربع است، شاید 700 اسکوئر فیت، شاید هم باشه. بله اتاق ناهارخوری با میزهایی با 150 صندلی مبله شده است. این هم نوشته در پارکینگ امارت بیل گیت همزمان 23 خودرو میتواند پارک بشه، که این حالا یه لیموزینیه که دراش هم اینجوری باز میشه و اینها. میدونید یه مدتی اصلا میخواستن تمام ماشینا رو دراش اینجوری بسازن به چند دلیل، ولی نشد و خیلی کم هست. دیدم تو ایران حتی بعضیا پیکانا دراش اینجوری میکنن. به نظر من این خیلی خوبه، دره که میره بالا اگه بارونی هم باشه شما میای بارون نمیخوره به تا چترتو باز کنی. ضمناً خیلی نمیره به در بغلی بزنه و اینها، چون یکی از مشکلات بزرگ تو پارکینگ ها اینه که درها رو به هم میزنن به ماشینای دیگه. و اما اینجا هم میگه که زمین پناه روشی معمارانه برای استفاده از زمین در اطراف دیوارهای ساختمان به عنوان توده حرارتی خارجی است. این روش به منظور، خب اینا رو فارسی نوشتن ما خیلی متوجه نمیشیم. در اصل این مهم این عکس ها هست که نشونتون بدیم که ببینی آقای بیل گیت در چه خونه ای زندگی میکنه، چه جوری. و اینجا هم وسایل ورزشیش هست که میگه سالن ورزشی به مساحت 233 متر مربع مکانی رویایی برای ورزش کردن در خانه. این هم این امارت 24 حمام دارد. حالا اینا رو بهتون نشون دادم دوستان. اولین شبی که رفته بود تو این خونه یا اولین هفتهی که رفته بود، خانم باربارا والتر رفت اونجا باهاش مصاحبه کنه. اصلا این تلویزیون مردم یه دلیلش اون مصاحبه بود، حالا چجوری برات اون ربطش میدم. باربارا والتر وقتی داشت با این مصاحبه میکرد گفت که اینجا همه چیزا هایتکه، یعنی تکنولوژی های بالا و در روز و دست اول. گفت بله. بعد بیل گیت خندید گفت من حالا یه چی بهتون میگم ممکنه باورتون نشه. گفت من دیشب نتونستم این تلویزیون رو خاموش کنم و مجبور شدم یه پتو بندازم روش، یا یه چیزی کاورش کنم که تصویرش منو اذیت نکنه. حالا تو این همه خونه و تو این همه اتاق چرا بلند نشده بره توی اتاق دیگه و اینا، اون مشکل اونه. وقتی راجع به تلویزیون صحبت کرد همون موقع گفت که speaking of TV، یعنی حالا که داریم درباره تلویزیون صحبت میکنیم بهتون این خبر رو من بدم که تا یه مدت دیگه تلویزیون این چیزی نیست که شما یه باکس گندهی تو خونتون نشسته باشید اینجوری نگاه کنید. گفت خب چی میشه؟ گفت همش میشه به سیستم کامپیوتری و میبینید الان دیگه نتفلیکس و فیسبوک و اینها همه تلویزیون هستن و خود تلویزیون هم از اون قوطی گنده رفته شده مثل یک آینهی به دیوار وصلش میکنی فلان. من همون موقع گفتم خب این که داره اینو میگه به من به این سادگی میگه تلویزیون رو اینترنت،
من خیلی احمق باد باشم که نرم این کارو بکنم. اولین تلویزیون ایرانی اینترنتی رو سوربی درست کرد. حالا هر کی میگه زودتر درست کرده بیاد اینجا تا جایزه نفر اول بودن رو به اون بدیم. طرف گفت جایزه تو دستمه، فعلا قایمش کردم، بعدن بهت میدم. این از و اما ماجرای مایکروسافت. یه جوکی هست درباره اولا خانم بیل گیت، خیلی زن خوبیه، خیلی کمک میکنه، خیلی خیره. اینا دوتا یه بچه هم بیشتر ندارن، یه دختر دارن. دخترشون هم میگن انقدر ساده زندگی میکنه که حد و حساب نداره. بمانه برعکس بعضی از این هنرپیشه‌ها یا فوتبالیست ها تا پولدار میشن معتاد میشن اینها بماند. اینا خیلی زندگی سالمی دارن. ولی جوکی که میگن، میگن که خانمش میگفته که من همیشه از خودم میپرسیدم معنی این مایکروسافت چیه، چرا این بیل گیت اسم اینو گذاشته مایکروسافت. میگه نمیدونستم تا وقتی که باهاش ازدواج کردم بعدم فهمیدم. حالا اونایی که میفهمن فهمیدن، اونایی که نفهمیدن فکر کنید ببینید چرا اینجوری گفته. ایرلاین های هندی طرح برقراری پروازهای مستقیم به مقصد ایران را متوقف کردن. این همون حرفی که خامنه ای میزنه وقتی میگه مثلا با بگی شرکت های هواپیمایی، میگه ایرلاین های هندی. خامنه ای گفته بابا یه خبرنگار ایرانی که صحبت میکنه ما فکر میکنیم یه انگلیسیه که داره فارسی حرف میزنه، یعنی از بس کلمات انگلیسی استفاده میکنن. اون وقت اینجا این آقای آرمن ساگینیان میگه بانون بانون، نمیدونم چی به آقای نمازیخا. آقای نمازیخا ولمون که تو رو خود. بماند ایرلاین های هندی طرح برقراری پروازهای مستقیم به مقصد ایران را متوقف کردن. میدونید اون طرح برجام که اومد خیلی از وسایل مثلا هواپیما و اینها، حتی گویا یکشون رو تحویل دادن و صلوات فرستادن و غسل نمیدونم چی بهش دادن و اینا بمانه. ولی بعد که ترامپ اومد رو این طرها یه توقفی گذاشته. یعنی این درست همون ماجرایی که یه نادانی میاد یه سنگی رو میندازه تو چاه، هزار تا عاقل نمیدونن این سنگو چجوری بیارن بیرون. این همین. و اما تریک، شما هم حتما مثل من یه خبری رو میبینید، جذب اون خبر میشید، میرید رو اون صفحه که عکسی ببینید یا مقالاتی رو ببینید. من روز جمعه که دنبال کی میگشتم، بذارید براتون این صفحه رو همه شو نشون بدم، چون میخوام این بالا و پایینش بهتون نشون بدم، تریکا رو بهتون بگم و اگر بتونیم راهنمایی کنیم تا چیز نشه. آهان مثلا این آقای خسرو بهرامی میدونید خیلی هم فکر میکرد هایتکه، راجع به یه چیزایی که ما اینجا میگفتیم ایشون فوری نظر میداد، میگفت که اینجوری میشه، میگفتم بابا اونو ما میدونیم، منظور ما یه چیز دیگه بود. بنده خدا خیلی فارسی متوجه نمیشه، جمعون بوده اومده اینجا اب نداره. ولی حالا امیدواریم این مریضی رو که میبره، نگفته بود حالا اسم این مریضی چی هست، این مریضی رو وقتی که درمان کرد و شفا پیدا کرد، اون چند تا مریضی دیگه هم که ما میدونستیم ایشون داره ولی رون نمیشد بهشون بگیم، اونا رو هم درمان کنه، صحیح و سالم برگرده بیاد به قول معروف از روز اولش هم بهتر با من و شما دوستان باشه. خب نگاه کنید، مثلا من اینجا دنبال راهپیمایی‌های روز جمعه میگشتم، آمدم و یک همچین صفحه‌ای رو دیدم که نوشته 1979 Homeland Revolution in Picture. این کلمه هوملند رو به عنوان وطنم میتونید استفاده کنید و اینجا نوشته که حالا ببینید اون تیترش بوده، ولی این آگهیه که آگهیه رو ببینید یه جوری همرنگ این کرده که شما متوجه نشید. بعد میای پایین وقتی اینا رو میخونی نگاه میکنی دنبال عکسای دیگه میگردی، درسته؟ دوستان نگاه کنید، سه تا فلش اینجا، اینو بزنی تبلیغه، اینو بزنی تبلیغه، اینو بزنی تبلیغه. باید بیای پایین تر ببین کجا برده گذاشتتش. این عکس دو بوده، این عکس یک هست، این عکس سه هست. دوباره ببینید، دوباره وقتی میزنی این میدونه صفحه کامپیوتر شما اینقدره ولی اونا رو پایین نگه میداره، ولی این دوتا تبلیغ رو بالا نگه میداره. و شما هم این پیکان یا فلش هر کدومش
این رو که میبینید فکر میکنید باید رو اینا بزنید. رو اینا زدن همانا، شما را از اینجا بردن یه صفحه دیگه همانو، بعضی هاشون ویروس فرستادن به شما همانو، بعضی هاشون کنترل کامپیوتر شما رو در دست گرفتن همان. خیلی مواظب باشید و یاد بگیرید اینها رو، تریک یا کلک یا هر چی اسم میخواد. دوباره نگاه کنید با دقت دوستان، بالا و پایین و بغل این گذاشته این فلشایی که تبلیغه، این پایین تر شماره رو گذاشته. اون وقت در صورتی که معمولا رو خود عکس اینجا باید بذاره یا این شماره رو این زیر بذاره، ولی اینا هر روز دارن یه کاری میکنن که من و شما رو گمراه کنن. یعنی درسته که میگن عصر اطلاعات، عصر نمیدونم فناوری، عصر فلان، ولی از اون طرف عصر حماقت و نادانی هم هست. شما الان امتحان کنید، خود من تا میخوام فکر کنم از این خیابونه باید میرفتم خونه دوستم یا از اون میرفتم، میگم بابا ولش کن تلفونه رو در میارم دیگه، نمیخوام پانچ کنی، نمیخوام تایپ کنی، بهش میگی فلان جا، بهت میگه نشونت میده. خب بعد یه مدتی دیگه این سلولای مغز شما تنبل میشن، کار نمیکنن و این چیزیه که اونا میخوان. فکر کنم خونه خودمونم که میخوایم برگردیم، خب خیلی جاها من چون میرم برای کار کردن اینا اونجا رو بلد نیستم، بعد که میخوام برگردم بیام خونه واقعا از اون استفاده میکنم، ولی فکر کنم بعدن دیگه این عادی بشه که هر وقت خونه خودمونم میخوایم بیایم از این نقشه ها باید استفاده کنیم. خب این تریک رو به شما نشون دادم و بریم سراغ واشنگتن پست. میگه توصیه وزارت دفاع و سازمان اطلاعاتی آمریکا به ترامپ درباره سپاه پاسداران. ببینیم اینو چی نوشته. نوشته که صفحه نخست، میایم اینجا اینجوری این و کامرای سه، ببینیم چی میگه. میگه که واشنگتن پست، همین که خوندم براتون، بعد میگه به گزارش آمد نیوز روزنامه واشنگتن پست اضافه کرد وزارت دفاع و سازمان اطلاعاتی امنیتی آمریکا شک و تردید دارند که این اقدام فایده‌ای داشته باشد. حالا اقدام چیه؟ اقدام اینه که اسم سپاه پاسداران رو ببرن توی لیست سازمان‌های تروریستی. میگه این منبع آگاه ادامه داد سپاه پاسداران همکنون در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارد، اما در صورت افزودن نام سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی، این اقدام بر مبارزه با تروریسم در سوریه و عراق تأثیر منفی خواهد داشت. یک منبع آگاه در کاخ سفید هم به روزنامه واشنگتن پست گفت دولت آمریکا هنوز درباره افزودن نام سپاه به فهرست سازمان‌های تروریستی تصمیم گیری نکرده است. شان سپایسر که این خانومه چقدر پدر اینو در آورد توی ساتردی نایت لایف، میگه که شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید هم از واکنش به این خبرها خودداری کرد. این روزنامه آمریکایی افزود دولت باراک اوباما نیز موضوع افزودن، ببینید خانم شایسته عزیز، باراک اوباما خیلی از این ماجراها داشته ولی اون انجام نداده. الان هر چیزی که انجام میشه توی زمان این به اصطلاح اگر امتیازی هست باید به این بدن، اگر مسئولیتی هم هست باید به این بدن. نگه مثل آقای رضا پهلوی، بله پدرش دیکتاتور بوده ولی حالا میگن آقا پولار پس بده، میگه چی؟ کی؟ محمد رضا کیه؟ من نمیشناسم. این کار شماها و من واقعا تعجب کردم. خب بریم سراغ این. یکی از آهنگهای معروف قواسین است، شاید فقط صدا را پخش کنید. همش را از درد و آه سخن میگوید، آهی سوزان که از دل برمی آید. در مدت 6 ماه صید بر روی کشتی ماهی میخورند و قواس مشک بر دست زیر آب رفته و از چشمه های آب شیرین زیر دریا آب نوشیدنی می آورند. این چشمه ها همه در اثر خشک کردن دریا، حفاری های چاه نفت و اینها، پایه های ساختمانی بلند از منبع جدا و خوش شدند. دوستانی که با قایق و کشتی و اینها میرید تو آب،
یک وسایلی ساختن. میدونید که یکی از مشکلات بزرگ اینایی که گم میشن تو آب میمونن، اینها با وجود که تو اقیانوس هستن ولی باید یعنی نمیتونن اون آبو بخورن، اون آب نمک رو اگه بخورن اصلا هلاک میشن. یه دستگاهی ساختن که گویا تمپراری یا موقتا اون آب دریا رو تبدیل میکنه به آب نوشیدنی و آب خوردنی. این دوستمون بعدن توضیح داده برای من که الان دیگه صنعت مرواریدم با اون وسیله قواسا برن و صدف و بیارن و اینها از بین رفته، چون تو گزارش هم که ویدیوی خودشون درست کردن، چون ژاپن چیز درست کرده به اصطلاح دریاچه‌های مصنوعی درست کرده و اونجا صدف مروارید مصنوعی درست میکنه. یعنی این صدف بنده خدا که توی این شلش هست، توی اون پوستش هست، تو اون صدف اون چیه، حلزون چیه داخل اون، اون رو واسک میکنه به اصطلاح. وقت اینا حتی میتونن بگن که چه اندازه باشه، چه رنگی باشه و الی آخر. ولی این چیزی که کاری هم باش نمیشه کرد، صنعت عوض میشه، زندگی عوض میشه و اینجوری. یه چیزی دیگه هم باز فرستادن در رابطه با نفس قواس و اینها که فکر کنم برای امروز دیگه کافی است. و اما آقای محسن سازگارا میگه که از انقلاب علیه شاه پشیمان هستم، ای کاش یکی دو تا از اینا پشیمون بودنشون رو با خودکشی به ما ثابت میکردن، و الا چون الان اومده اینجا حقوق آمریکا رو میگیره و میچرخه، این گفتنه به درد عمش میخوره. میدونید که محسن سازگارا یکی از پایه‌گذاران جمهوری اسلامی و یکی از پایه‌گذاران سپاه پاسداران بوده و یکی از اونایی که میگه من وقتی از اینجا رفتم، اینجا درس خونده، تو آمریکا درس خونده، وقتی رفتم فرانسه با امام رفتم ایران، 8 دلار یا 3 دلار تو جیبش بوده. حالا شماها حاضرید 8 دلار تو جیبتون باشه برید ایران؟ فکر نمی‌کنم. اینه که اونا پیروز شدن، شماها نمیشین. این خانم نزهت یحییان دوباره امروز فوش به همه تهمت، گفتم خیلی جالبه، اونا به قول شما خائنه، شما هم به اونا تهمت و اینا. این وسط آخوندم میگه خدایا شکرت که دشمنان ما از این احمقا هستن. یه سریش نمیدونم دکتر فلانی و فلانی فلانی میرن تو این سمینارا هی میشینن تا نشستشون باز بشه، یک سریش هم این خانم که هیچ کس نمیدونه کیه ولی به همه فوش میده، به همه فوش میده. یک دونه آدم خوب چرا؟ حالا یک نفری که ویدیو بهش میدین، آقای اسدالله چی خدای نصر اسداللهی که یه زمانی هم استاندار بوده، حالا یه پیرمردی میاد اینجا میره تو مجلس، فکر میکنه این وقتی رفت تو مجلس این همه چی عوض میشه. اولا مجلس اینجا ببخشید یه جورایی مثل باغ وحشه، این قسمتش برای شغاله، اون قسمتش برای زرافه است. اینا وقتی میرن تو یه قسمتش، نمیرن یه جایی که 500 تا نماینده باشه. سازمان مجاهدین هر روز تو این سوراخ بغلی هر روز الان بهشون نهار نمیده، ولی میره 4 تا رو دعوت میکنه میان، بعد میگن ما امروز رفتیم مجلس. وقتی هم مینیسن اون ایرانیه که نمیدونه بابا مجلس اینجا کمیته است. والا من بعضی کمیته هاش که میرم میبینم 4 نفر نشستن داخلش، 4 نفر اصلا اون اتاق 4 نفر. بعد میگن ما امروز رفتیم مجلس با نمایندگان آمریکا صحبت کردیم، نمیگه با 3 تا نماینده، این 3 تا 3 تا آدم مفتخور بودن چون ما بهشون پول دادیم، صبحونه دادیم، نهار دادیم. والا میگه بعضی هاشون جنس چی هم بهشون میدن، چی میگن جنس های لطیف و فلانه دن. چی میگن با. خب و آقای مهدی هم ذوالفقاری هم آمد. آقای ذوالفقاری من توی برنامه اون سایت خبر رو نشون دادم و گفتم که نمیدونم مهدی ذوالفقاری که اینقدر زحمت میکشه اون خبرها رو خودش چی میکنه، چرا این وبسایت تایم نیوز به اصطلاح مال اسرائیل رو پروموت میکنه. اگر دوست داشته باشید یه روزی مهمان ما باشید توضیح بدید چرا به اصطلاح مرجع شما، جایی که رجوع میکنید خبرها رو میگیرید و اینها، بیشتر اسرائیله، یا اینکه شاید میخواین شما اونها چون مخالفن نشون بدید. در اصل ممنون میشم، ممنونم از این کاری که انجام میدید، کار مشکلیه من میدونم، دعا
درست کردن این خبرها، گذاشتنش، پخشش، و دیدم که با دوستان کارهای رادیویی رو اینها رو هم دوباره شروع کردید. خیلی خوشحالم. میگه محسن سازگارا در دیماه 1333 در دنیا به دنیا آمد، در تهران به دنیا آمد و بزرگ شد. در دانشگاه صنعتی آریامه، صنعتی شریف پذیرفته شد. از آنجا انصراف داد و برای تحصیل فیزیک نظری به آمریکا رفت. در آنجا عضو انجمن اسلامی دانشجویان شد و در قامت یک جوان انقلابی سرسخت به سازماندهی اعتراضات دانشجویی علیه حکومت پهلوی پرداخت. با اوجگیری انقلاب یک باره، بذارید من این بهتون نشون بدم که ببینید داریم از رو چی میخونیم و اینجا هست، اگه یه وقت باز اشتباهی چیز شد شما بتونید نگاه کنید. بله، خب بله، میگه که در صورت اینه. یکی دیگه از آقای علیرضا کیانیه، نوشته آقای علیرضا کیانی گفته آقای سازگارا، شما 36 سال قبل در همین روزها یکی از جوانان برجسته انقلابی بودید، اما اکنون در سنین میانسالی هستید، یکی از مخالفین برجسته نظام جمهوری. اینا همیشه برجسته هستند. ور قلمبید است، اون شعر یادتونه میخون، میگفت کمرش بس که جنبیده، نمیدونم فلانجاش ور قلمبیده و اینا همیشه برجسته هستند. همین برجستگیشون اینا نشون میده که نمیتونن آدم معمولی باشن. اینا چون قدرت رو دوست دارن و خودشون آدمی نیستن که اون کریزما رو داشته باشن و بتونن قدرت رو یا توجه مردم، میرن آویزون میشن به این و اون. این میشه بگی آقای محسن سازگارای آویزان. یه مدتی به خمینی آویزون بوده، بعد که اومده اونجا دیده نه چیزی به این نمیماسه، به کشوری دیگه آویزون شده. اگه اشتباه نکنم این دوربر رضا پهلوی هم رفت، نمیدونم، ندیدم، ولی هر کی میاد معمولا میره دوربر رضا پهلوی. بعد اون قد زرنگی که به هیچ کدوم از اینا به اصطلاح نه پولی میده نه چیز میده نه فرصتی میده. خب در پی تشدید تنش با آمریکا، آها ببین باز این گفتم آقای ذوالفقاری، این بار دفعه قبل بوده ولی گذاشتم که حتما نشون بده. آقای ذوالفقاری این بار هم باز از همین نشریه به اصطلاح نقل قول میکنه یا اون رو اصلا چاپ میکنه به داخل ایمیلش میفرسه. بعدم نوشته اگر نمیتوانید این صفحه رو مشاهده کنید اینجا را کلیک کنید. The Times of Israel، خبرنامه روزنامه این، میگه در پی تشدید تنش با آمریکا ایران از آزمایش موشک سفیر ممانعت ورزید. این جمله غلطه دوستان. ببینید شما یه بار دیگه اینو بخونید. در پی تشدید تنش با آمریکا ایران از آزمایش موشک صفی ممانعت ورزید. ممانعت کسی که یه کاری قرار انجام بده، بعد اونا منتظرن این انجام بده، انجام نمیده، منصرف شد. البته فکر کنم پایینش درستش کرده. بله بله، میدونید اینا که تو رادیو اسرائیل هستن، توی چیز هستن، درست فارسی هستن و فارسی میگن و فارسی مینویسن، ولی اینا چون احتمالاً به عبری صحبت میکنن، به انگلیسی هم صحبت میکنن، اینها یه جورای فارسیشون مثل فارسی من زنگ زده و پوسیده است. ببینید ممانعت کردن یعنی این که آمریکا میخواسته که ایران این آزمایش انجام بده، بعد ایران ممانعت کرده، ولی اون منصرف شده، میگه چون این خطرات رو دیده و اینها تهدید کردن، پس از هشدار رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ارتش ارشد دولت ترامپ نسبت به ادامه آزمایش‌های موشکی ایران، این کشور از انجام آزمایش موشک سفیر منصرف شد. این درسته، منصرف نه ممانعت. معنی منصرف همیشه نمیشه جای ممانعت استفاده کرد یا ممانعت رو جای اون. سفیر روسیه در تهران گفت تحویل S-300 یا S-300 به ایران در سال 2016 تکمیل شد. اون موقع شاه آهنپاره از آمریکا میخرید، حالا این آخوندا آهنپاره از روسیه میخرن. بالاخره این نفتا یه جوری باید به یک اقتصاد و به یک کشوری کمک کنه، به جای اینکه به کشور ایران کمک کنه. یه زمانی به آمریکا و اینها بوده، الان به روسیه. نتانیاهو تا نخستین دیدار با ترامپ دست خود را رو نخواهد کرد و
مقام ارشد سپاه تنوع بالایی از موشک‌های زمین به زمین داریم. انگار که مثلا رفته انواع مختلف سیب و سیب زمینی خریده. سفیر روسیه در صورت لزوم از پایگاه نظامی ایران برای عملیات سوریه استفاده میکنیم. به به. رئیس قوه قضاییه ایران تولید انبوه موبایل از نتایج سکولاریزم است. مقام ارشد قضایی ایران از همکاری 18,000 نفر با دادستانی برای کنترل فضای اینترنت خبر داد. مجلس انگلیس به خروج از اتحادیه اروپا رأی مثبت داد. این ماری کی بوده؟ مجلس انگلیس به آره یعنی هنوز داره ادامه پیدا میکنه. چالش جنبش اصلاحگران یهودی مقابله با ترامپ و فراگیر ماندن. تحقیق مقامات از شرکت بزرگ اسرائیلی در باره اتهامات رشوه‌خواری تفحص پس از آنجا شروع شد که قول داروسازی اسرائیل در باره ادعای پرداخت به مقامات دولتی روسیه و مکزیک و اوکراین با ایالات متحده به توافق رسیده است. این هم از این. ما میخواستیم امروز با شما 90 دقیقه باشیم، 5 دقیقه هم گذشت. اجازه بدید که به امید اینکه چهارشنبه با شما باشیم ساعت 12 ظهر با آقای فرزاد عزیزی که ایشون از فیسبوکش و اینها پیداست که طرفدار آقای رضا پهلوی، ولی تا امروز توی این سه برنامه‌ای که داشته دو تاش اجرا شد، یکیش اشکال اینترنتی و کامپیوتر داشت نشده، چیزی نگفته. و من اتفاقا دلیل آشنایی با ایشون این بود که میخواستم به ایشون بگم شما که یک سال از ایران آمدید، بیا برای منی که 32 ساله آمدم توضیح بده. بذارید ببینیم دوستان ما این تلفن آقای ذوالفقاری رو اینجا بگیریم روی ایر، ببینیم پخش میشه. آقای ذوالفقاری، من با این تلفن دستیم دارم به شما جواب میدم، صدای من میشنوید؟ بله جناب. بسیار خوب دوستان، این هم دیگه آفتاب آمد دلیل آفتاب. خیلی ممنون و متشکر. دوستان یه چیزی رو من باز بهتون بگم، یکی از دلایلی که من توجهم به تلویزیون‌های ایرانی جلب شد موقعی بود که آقای ذوالفقاری از یه تلویزیون ایرانی جدا شده بود، چنان خودمونی نشسته بود و ماجرای این که دوربینش رو عوض کردن، کلاه سرش گذاشتن، گذاشت و ما را جلب خودش کرد که امروز هر نفرینی من بگم باعث و بانیش باید به ایشون بفرستم. ایشون با اون در اصول آقای ذوالفقاری، من گهگاهی خبرهای شما رو پخش میکنم، بگید ببینیم که شما چه دلیلی دارید که بیشتر این تایم اسرائیل رو همش رو کامل شو میفرستید. اصلا من یک چیزی رو بگم به صورت کلی، من از اونجایی که بحال الان کار زیادی انجام نمیدم به سابق که هم دیگه خود شما هم فرمودین، من البته صدای من رو داره پخش میشه. بله بله رو ایر هست. همون که خود جنم گفتین، بحال من دیگه کار زیادی انجام نمیدم در زمینه به صلاح هم تحلیل های خبری یا برنامه های تلویزیونی و غیره. در نتیجه اخبار رو که جمع میکنم فقط برای بعضی از رادیوها و تلویزیون ها و کسانی که میدونم علاقه مندن، یه لیست دارم، مثلا تلویزیون میهن هستش، تلویزیون شما هستش، میدونم چند تا شخصیت های مختلف دیگه هستش که من براشون میفرستم و میدونم علاقه من هستن این اخیر خبرها رو. حالا خبر این خبری که مثلا مال هم تایمز اسرائیل هستش، اونها برای من تمام این کله این به اصطلاح تایمز و این روزنامه خودشونو که فارسی ترجمه میکنن و بیشترش هم از روزنامه های عربی یا العربیه مثلا میگیرن این اخبارو، همش هم بالا خودشون نیستش، این یه خبرگزاری معمولی مثل همه جاها از تمام جاها خبرها رو میگیرن. من اینو چون برای من مستقیم اینو میفرستنش، منم همون جوری اگه توجه کردید بدون اینکه نمیدونم تفسیری بکنم، نظری بدم، نکلام کنم، به خاطر اینکه دوستانی که تو این به صلاح برنامه هستن من براشون میفرستم خب که از اون بتونم استفاده کنم. من هیچ قصدی ندارم نه عامل اسرائیل هستم
بله. علارغم میگم من اسرائیل ستیز نیستم. بله. اینا من فکر من اسرائیل ستیز نیستم مثل بعضی از هموطنان خودم. در نتیجه به عنوان خبر ما مجبوریم، یا شما به عنوانی که جلوی تلویزیون میشینید و در واقع کار به اصطلاح توضیحی و خبری میکنید، شما باید به تمام خبرها دسترسی داشته باشین، باید مطالعه کنید. حالا از روی خودتون صلاح میدونیم چتیده این اخبار یا اون چیزهایی که فکر میکنید شما به درد مردم ایران میخوره یا به درد بینندگانتون میخوره، شما انتخاب بکنید که چه کار میخواییم بکنید. چون بدونیم که ما تو اخبار دنیا باشیم اساسا نمیتونیم، نه حق داریم که به صلاح تحلیل بکنیم و با خبرها رو بدونیم که اوضاع چگونه است. این مال به صلاح تایمز اسرائیل، چون برای من میتونستم منم به عنوان یک به صلاح چیز خبری، یک سورس خبری براتون میفرستم. بسیار ممنون. خبرهای دیگه از ایران که منم بازم میفرستم فقط به خاطر همین است که تو هم تو اوضاع ایران باشید و حال به عنوان کسی که من این هم کمکیست که از هم برمیاد، من بدون هیچ نوع چشتاش بدون هیچ چیزی ادعایی این کارو میکنم. به خاطر شما رو دوست دارم، دوست خیلی قدیمی من هستید، زحمت میکشید، علاقه من هم گاهی وقتا مثلا این روز داشتم ایمیلامو چک میکردم و برای شما این خب چیز رو برنامه رو دیدم، برای همین خیلی روشن برای شما که به حال دوست همیشگی من هستید و زحمت میکشید من این خبرها رو میفرستم تا بتونم یک کمکی ناچیز در خبررسانی و یا کمک به تلویزیون مردم تیوی انجام بدم. بسیار ممنونم، امیدوارم بتونیم همین هفته آینده باز هم با شما باشیم تا چند دقیقه با هم صحبت کنیم و هر وقت هم واشنگتن آمدید خوشحال میشم که ببینمتون. ما که اجازه بخوام من بیام که اولین بار میشم. من ممنونم از شما. هر موقع هم بیداشت نوشیدن در خدمت هستم، هم برای خود شما، هم برای تلویزیون مردم و هم برای شنوندگان و بینندگانتون. اگر کاری انجام بتونم بدم در خدمتتون هستم. بسیار ممنونم. دوستان عزیز، آقای مهدی ذوالفقاری از سان فرانسیسکو، نه؟ بله بله. بسیار ممنون، مرسی عزیزم که تماس گرفت. شما هم همینطور، به امید دیدم. خب دوستان عزیز، خیلی ممنون، متشکرم که ایشون تماس گرفت، ولی مثل این که ما وقتی این رو جواب میدیم اون سیستم فیسبوکمون قطع میشه. اجازه بدید که همینجا دیگه خداحافظی کنیم برنامه امروز رو، و آقای مهدی ذوالفقاری رو به عنوان حسن ختام برنامه داشتیم و این توضیحی که دادن خب قانع کننده بود. ایشون میگه من اینا برای من میفرستن، منم برای شما میفرستم. من فکر کنم برای همه دوستانشون میفرستن روی لیستی که چیز هستن، چون یک نشریه خبری هم درست کردن، ولی این که فقط برای رسانه ها میفرستن توضیح به اصطلاح موجهی هست و خیلی ممنون که ایشون تماس گرفت. دوستان عزیز، بریم اون ویدیویی رو که بهتون گفتم از آقای دلیگیتی که توی فیرفکس و لاودن کانتی هستن به نام جیم لی مانیون، MUNYON، چجوری پرونانسش میکنن نمیدونم. روز و روزگار بر شما عزیزان خوش، مرسی که با ما بودید. تلویزیون مردم رو به دیگران هم معرفی کنید. ممنون.